جوان مرد قصاب. شاید بیشتر شما زمانی که قصد سفر به بلخ باستان را می داشته باشید، حتما دوست دارید به زیارتگاه جوان مرد قصاب بروید. در آنجا سه مقبره را پیدا می کنید، یکی جوان مرد قصاب، دیگر یکی از پیران بلخ باستان و یکی دیگر آن سید مسکین پیر عبدال است که پنجابی الاصل می باشد و تاریخچه این مقبره به 750 سال پیش می رسد. خودش ترک است، زبان ترکی میگه، او دیگه 780 سال از وفات ازیم میشه. 780 سال از وفاتش میشه دیگه. ای دین اون ما بیننگی از این قبره که میبینین، ای عزیز الله ماماز که زمین بلخ شریف بوده، یکصد و چند سال پیش در ایجا دمی خدمتگار جاروکش بوده. طرف هفته اوش که از سای بو سید مسکین پیر عبدال است. در بلخ شریف دو کم 70,000 کیاسب ولی نبی قد غوز شیخ مشایخ دو کم 70,000 به سند و ثبوت به شد آمد. این صاحبی خودش از میمن است، دیگه صاحب کشف و کرامات بوده. این مثال که گمراه می بوده در اون زمان، این کشف میکرده می آورده، در راه می آورده. بسیار خدمتگار بوده، نیک عاشق خدا و علی مولا بوده. زیارت جوانمرد قصاب مکانی است که بیشتر از هموطنان ما از دور دست های کشور به خاطر خواست های شرعی که دارند به اینجا سر می زنند. در چهار اطراف این زیارت مقبره های بیشتری به چشم می خورد که ممکن از گرد و گوشه همین قریه در اینجا دفن شدند و اکثر بزرگان محل داستان‌های عجیب از جوانمرد قصاب دارند. در یک وقتی که در یک مملکت غیر اسلامی آدم مسلمان شده بود و 11 بچه داشت، 10 بچه دیرم کافر پادشاهی که در اون منطقه بود، از این خبر شد که مسلمان شده، گفتی از مسلمانی تیر شو بچه تا میکشم. گفت از مسلمانی تیر نمیشم بچه ما بکشم. بالاخره یک بچه ازی زنده میمونه. این بچه هم در تاکوی پیش ملاهای یهودی میشونه که درس بخونه. که دو بچه از بچه از یک شهر دیگه از یک کافر دو بچه قاضی مسلمان شده بودن و خیراتگر که میامد طلب میکرد از پشت خانهش همین بچه ها میرفتن و پیسه پدرش در بکس مادرش هر جایی که بود برای خیراتگر به نام خدا میداد. یک وقت قاضی پرسان کرد از خانمش که پیسه کجاست؟ ای گفته نتانست. گفت پیسه چی شد؟ گفت پیسه را بچه هایت به نام خدا میده. بچه ها را خواست که شما به نام کدام خدا پیسه میده؟ به نام خدا یکتا. گرفت بچه خدا یکش چشمش کشید، یکش دستش برید، گفت برو پیش پیغمبر و کسی که خدا یکتا را که تو میشناسی پیش از او برو که تو را جور کنه. این اردو آمدن برادر بر شهر مدینه رسیدن نزدیک مسجد، کسی یار دید، یار راهنمایی کرد پیش حضرت پیغمبر که آمد. این بچه ها همی جریان ها گفتن که نیتون یک گف هست. حضرت پیغمبر دست به دعا شد و اصحابه و هم مگی بیادرش دعا کردن، خداوند یار شفا داد. این همیج حضرت علی را پیغمبر برش چی کرد که تو به امرای از این بچه ها، این بچه ها خواست که ما با او از شهر پدر ما بریم که یک ما پادشاه باشیم یک ما وزیر. این از همیجا بردر همی بچه ها با امرای حضرت علی و قنبر آمدن نمی شار آمد از شار بیرون یا جای گرفتن. قنبر حضرت پیغمبر یک پیسه داد که برو از پیش قصاب گوشت بیار. قنبر که آمد همی تمام شار گشت، دید که تمامش بردر یک تا گوسفند است، یک تا بز است، یک تا خوک است. دید که کارد از یا مرام از دیگه شان بیا که بردر پالیده آمد همی پالی جوانمرد قصاب که از این خوک نداره. پیسه را داد گفت مرا گوشت بده. یکی پیسه را دید که پیسه حضرت سکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مردکه ای را محکم کرد و نصف یک گوسفند کشید برای زی داد گرفته رفت. این کاری است که حضرت علی سر بچه های قاضی اثبات میکنه که اونش تن و شما تو دوست نیستی، تو دوست های دیگه هم پیدا میشه. این را گرفت قره خاک گفت پرد قره خاک لیت داد گفت برو بود دیگه گوشت بده. سر قصاب اومد دیگه اون 4-5 شقه گوشت برد
کلش خاک پر کرد و پس آورده و این مرده که در پس دکان انداخت گوش داده رفت. بالاخره خمبر گفت که نه من گوش تا نمیگیرم پیسه ما بدین. گفت پیسه از پیشم گم شده. این پیسه را برده بود خانه تاویز کرده بود اخن خود انداخته بود. این گفت تاویز از پیشم گم شده. گفت من پیسه ما میخوایم. گفت من پیسه نیست پیشم. خمبر تاوردین خدا میگیره قصاب کرد خدا که حضرت علی امین جمعه صدق میکنه که چی پس خمبر گفت ما پیسه ما میخوایم پیسه ما پس نمیده. قصاب گفت بتی پیسه شا گفت پیسه شا ما گم کردیم. گفت گم کرده گفتن گفت بیا پیش دم سری پرچال دکانت بیا سری پرچال دکان که میای حضرت علی که الله اکبر میگه پیسه میفتاد دومنی خمبر این مرد که ایراد میپایا که چی رقم اصرار از یکی هست گفت شما از کجا آمدید؟ گفت ما از مدینه آمدیم گفت از مدینه که آمدیم موجود دوستایی داریم او را میشناسی گفت که از دوستایی دوستایی ما حضرت پیغمبر و اصحابیش و حضرت یلی و نمی هست گفت میشناسیم گفت خیم شو میمانم هستید این نمی فهمه که علیس و یه بچه های قاضی است میمانم هستید یه مردکم میره بعد در شرسته میمانی زن خدا میگه این تو میمان داری مسلمان هست از مدینه آمده یه نمیشه ما اینا رو میمان میکنم تو بسیار چیزای خوبش پخته کن یه زن دیگ و کاسه خدا همه چیز بعد نان آمادگی میکنه این مردکم میبروه که باش آلیا روی خونه را غلط نکنه دروازه رو آواز میکنه که حضرت علی خمبر این دو بچه قاضی که پیش دروازه استاد است پشت دروازه استاد است برادر یا دروازه رو آواز میکنه گفت فدای چم چی تو خانه مرا گفت ما خانه دوست خدا پیدا میکنیم گفت نمیشه از پیش ما از اینجا که میدرانن برادر گفته چی داری بچه چی گفته این جریان نمیگه که اینه تو شد این خبچه می این بچه می در تاکه و در پیش یهودی درس میخونه گفت برو بیارشه این بچه را که میره حضرت علی این بچه را آبی که خودش میخوره برای بچه میته که را بخو میخوره قرآن شریف برش بسم الله را میگه بیادر این مردکت سر تاخر قرآن شریف میخونه از برکت خدا همی بزرگوار بیادر این وشه این قصاب بسیار خوش میشه این خانه جور کرده بود که از طلا ساخته بود میگفت اینجا یا حضرت پیغمبر دروازه شواز میکنه برش یا حضرت علی را یکی حضرت علی آمد دانمی دروازه استاده شد استاده شد دانمی دروازه گفت که بریم در دیگه خانه گفت نه امی خانه ما است من در خانه میرم گفت کلیش گم شده گفت کلیش گم نشده او در فلانه جای در زیر فلانی فرش است کلی کلی را آورد دروازه را باز کرد حضرت یلی و اینا میمونا در خانه در آمدن که بازی قدرت خدا و در بچه های قصاب دوست های خدا خداوند نشان میته یک ملک روان میکنه پشت سر دروازه از قصاب دروازه قصاب میزنه قصاب میره گفته بیادر چی گفت از خیرت چی کار داری گفت من با چی با خونی گردنی بچه من ضرورت دارم این مرده که گفت کاش دیروز میامد این خوب بچه من مسلمان شد قرآن شریف میخوانه دیروز کاش که میامد گفت چی میکنی که من مریض دارم برای من گفتن که خونی بچه مسلمان اینویجا پرسان کردم مسلمان تو بچه تسیر آمدیم زمین یکی همین خونی بطی بچه من زنده میشه مرد که آمد پیش زنش گفت او زن گفت یعنی تو را اگه پس چطور کنیم گفت به نام خدا بته بچه تام یازدهش که رفتی دوازدهش هم پیش سرش بچه را حلال میکنه خونش هم میگیره برادر میبره برای مردکه که مردکه نیست این خواه از مایش خداوند بود دیگه ملک بود و فرشته بود نیست هرچی کوچه در کوچه میده پیدا کرده نمیتونه پیدا کرده نمیتونه جگر خون پس میده که زن خیرات ما قبول نشد چرا نشد گفت مردکه نبود میده رو دست میرن برای حضرت علی و این میمان ها گفته شاگرد ما بگوی که بیا که دست ما رو بشوی گفت شاگرد یک جای رفته گفت تا که نامده ما دست ما رو نمیشویم هر وقتی کو آمد با دست خود ما سر ازو میشویم او زن میگه یه ترکی اگر پس چی کنی میره و برو بگو جریان بخش برش میگه که یه توری اگر شد تو سایل صدا کرد ما بچه خود کشتیم و بیار خداوند میربان است گفتی اصرار خدا است از مایش خداوند است خدا از مایش میکنه که اینطور دوستا هم ما داریم حضرت علی دعا میکنه و پدر و مادرش و یمی خمبر و کل اگه دست به دعا میشه خداوند شفا میته بریزی شفا میته از اینجا پادشاه خبر میشه که حضرت علی آمده در خانه قصاب
خانه قصاب میاد به در نفرای پاچا نروازه قصاب میزنه میبره چی که پس گفته علی ما کار داریم علی در خانه تو هست گفت نیست علی در خانه من گفت نه علی در خانه تو هست خو حضرت علی را به در از اینجا یا میبره حضرت علی بریم هر کسی که خواسته بریم گفت نه تو ما نمیبریم تو را تو را گفته که دستایش بسته کده بیار تبسم میکنه گفت مادرم در تفلی دستی مرا بسته نکده تو چی تو دستی مرا بسته میکنی این میزه بدر ذوالفقار رو میگیره و الله اکبر گفته که در جنگ شروع میکنه از پا دیوانه میشه یکی به دیگه میزنه و بدرش مردم گریز میکنه پیش پاچه میره که بدر این طور یک شخصی هست که از ناره الله اکبرش مردم گنگس میشه از پا یکی سر دیگه حمله میکنه اینجا حضرت علی که میرسه پاچه رو دعوت میکنه و مسلمانی مسلمان نمیشه که نیمه خدای نادیده رو قبول نمیکنم وزمی بود که پاچه را میکشه و برادر دیگه مردم کلمه میخونه مسلمان میشه این بچه های قاضی را یکش پاچه و یکش وزیر میشه دیگه این قدر خنبر میاد دیگه اینمی ما از اینمی طور شنیدیم که آیا این امو جوان مرد است یا دیگه جوان مرد است زیارت اینه مردم میاد به در جانی نه تو مراد میاد ولی مدد از الله پاک است این ایده خداوند در شما شما پیش یک ملا میریم یا یک زیارت میریم مدد شفا را از الله میخواییم یک چیز الله پاک سبب میکنه این میجه مردم بدر این میجه الله قلخ میکنه جور میکنه و سری خدا رو میده از خداوند شفا میخواییم تو شف ایچی شفی بیده جانی واسطه شد این تو مردم میاد دردی سری مردم دندان دردی در چیزا این تو خیلی مردم سیادمند شد از میجه رفته خیلی بعضاً نقل‌های زیادی صورت گرفته است که زیارتگاه جوانمرد قصاب تنها در اینجا نه بلکه در چندین کشور جهان با نام‌های مختلف دیده شده است که اگر ترجمه فارسی آن شود خود جوانمرد قصاب معنا می‌دهد. روایات دیگری است که جوانمرد قصاب یکی از یاران حضرت علی بوده است. این قصاب مرد دلیر بود که در فتوحات اسلام در خط اول می‌جنگید. زمانی که اعراب در بلخ حمله می کند او در این جنگ به شهادت می رسد. پس از مرگ وی قصابان و مردم محل مقبره او را می سازند و در قلمرو اعراب به نام وی ارج گذاری می نمایند. اما چرا جوان مرد قصاب خطاب می کردند؟ جانباز 16 ساله 17 ساله می قاست دم سر زانی راستشان که شاندنی یخ خطا برازی مولا یاد داد به قسم سیبی جانباز آقا تلاوت میکنه اول حسن نامش بوده اصلی با جانبازی را مولا من مبرد میگوی دیگه به قسم ای تلاوت میکنه که قاتیجا جنگل بوده سای برچه ها بوده چنارا بوده همین مرغای هوا لجه شیرین یزی پر بالش استاز میریزه پر بالش میریزه پر بالش میریزه در این وقت دیگه مولا خو انتیان داد به مولا در این وقت خدا صاحب یک قدر دل جوانمرد پیر شیرین شده ای بچهش که مولا سبق داده در این وقت دیگه خدا صاحب چه میکنه خدا صاحب نه یک ملک میگه میگه برو در مو پشت خانی همو عبدالله قصاب همی جام هم گرفته برو بگو یک همی جام پر کده از خون این از نمیجه بچیت بته به نام خدا دوایی کار شده اجراعت که میکنم یک کش میکنه جوانمرد پیر زیر جام گرفته خب مثل گوسفند واره که جان بچهش میبراید اول جام سعی میکنه که پر شده سعی میکنه پر شده بروی سعی استه خوش میشه من ملنگ جان او ملک بوده خدا سعی برای کده من ملنگ جان نه ملنگ از نه پلنگ ایسه پشت چنار سعی که او جنگل سعی که نه رست نکنه سعی جام میزنه نگین میشه پس پیش سیاسر جوان مرد پیر میاد سیاسرش میگه چی بو؟ میگو زنکه بچه هم از بین رفت دیگه او ملنگ هم گم شد خدا سعی برای کده بوده به چیره ملنگ ملکه زنش چی میگو مرده که بیاریم که جاودا خبر میشه خانه جوان مرد پیرم همیجه بوده و دکانش هم همگی بازار همیجه بوده در چند هزار سال پیش میگم آقا وقت نان ده او ببر
از یک سر جوانمرد پیر، از یک سر سیاسر شیر دقات از این تو داده و میارن دمو 40 متر زیر زمین میبرن پس همو جا پرد میکنن. این ملای جهودا چه کده؟ وقت رفته که دمیج یک بلندیست یک تیپس پاچاهی جهودا بوده، این رخ رفته پیش از او گفته که ملای مسلمان ها آمده گفته اشارت میگیره. چیزی که پشت سر خانه جوانمرد پیر همه جای بوده این قریه را محاصره کده جهودا که محاصره کده اینه باده دیست ایب که سیاسر جوانمرد پیر گفت و مرده که گفت چاشتاد گفت دسته و ببر در پیش هم آقا کالای نوی تا بپوش چشمای تا هم سرمه که که همون آقا نفهمه با نان نمیخوره. بیادر گل جوانمرد پیر صاحب چشمه هم سرمه کد و کالای نو هم پوشید آمه دم روی علی مولا. آقا جان گفت دست تا بگی که وقت نان است. مولا گفت عبدالله قصاب بچیم با ما بسیار خدمت کردی، بسیار خدمت کردی، نیکی همون شاگرد ما سبق یاد دادیم از زبان ما یاد گرفته اونمو دست ما بشویه. گفت اون نیست فلانا جایز بایمدانا جایز. علی مولا گفت عبدالله قصاب مزاق نکو، یعنی میجا کششتیم تا 40 سالم هر چهار ما از جای ما خیستیم بگو که هیچ آقا نیستی، بگو که چی شدو. گفت والا آقا جان اینی رقم گفت هر روز جهودا پشت خانه میامه بته به نام خدا، امروز گفت یک ملنگ آمده بود مسلمان به نام خدا بته. ما گفتم چی؟ گفت که اینمی جام پر کده به نام خدا این زینمی جی بچهت بته. گفت او را بردیم پیشش، ما گفتیم اینه اینی کار تیر اسپان اینی چاقو. او بر ما گفت که سخاوت تو میکنی خوندار آخرت مرا میکنی دیگه فرموده که گفته بود بچه ما او را ما اجراعت کردیم، دستش هم بسته کردیم، چشم خود هم بسته کردیم. گفت که اینه دیگه چیز صاحب ای را حلال کردیم، حلال کردیم پس سعی کردیم که ملنگ هم نیست پلنگ هم نیست گم شد. گفت زدیم کاسر هم میده میده کردیم او را قیسیاسر هم دمو 40 متر زیر زمین که پیش ملای جهود سبق میخواند اونو موجه پس برده پوت کردیم. مولا امریکا که بلاو بیاره نیره این دفعه قنبر رفت آورد که آورد قط قنبر و جوانمرد پی رفتن نیره آوردن از قاط نمت واکدن یک پوست بند مانده بوده. علی مولا دوزوی تازه که بسیار گریان کرد چهار زیار نمازها را خواندن طرف قبله استاد شدن که الهی ایره تو خودت به قدرت زنده کنی. ای جانباز زنده شد ابوالحسن اول نامشد که زنده شدنی یک تو قمیجش بود ادم زیر گلونش که زنده شد دسته و آورد نان خوردن در چای بود که جوانمرد پیر صدا و ادا برآمد. جوانمرد پیر بیرون برآمد از پیش مولا سعی که دمی پشت خانه گرد نوا کل جهودا کمین گرفته پس آمشش یک دو پیاله چای خوردن. علی مولا خود نظر لجای بگفت جانمرد پیره گفت چی بو بچیم؟ گفت ایش آقا نه گفت بگو بچیم. گفت آقا این پشت خانه مرا کلش جهودا گرفت ما را خو خیر از شما را از بین نبرم. مولا گفت ایش بچیم چرت تا خراب نکو صاحب. زدن شروع کردن صاحب که زدن شروع کردن الله 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 مولا که جنگ شروع که چیزی که بلخ شریف بود گرفت که گرفت برای جوانمرد پیر گفت که بچیم عبدالله قصاب اینمی جا پاچاستی. گفت نه آقا جان. مولا گفت چرا بچیم پاچایی را قبول نداری؟ گفت نه آقا جان. چرا مولا گفت؟ گفت آقا ما همی کسب قصابیم خوب است ما پاچایی برام خوب نیست خوب نیست امی قصابیم. گفت قصابی تا میکنی؟ گفتن رخ جوانمرد پیر طرف قبله دور داد سه دفعه صاحب در تخته شانه ایزده سه دفعه در تخته شانه ایزده کمرش هم قید اسمال بسته کرد قید اسمال بسته کرد. گفت از این پس بچیم تو جوانمرد قصاب هستی عبدالله قصاب نیستی جوانمرد قصاب هستی در شرق در غرب در شمال در جنوب دیگه اینم یک جوانمرد قصاب است که در بلخ شریف است اگر دیگه جایز برعکس است.
در افغانستان قصابان جوانمرد قصاب را پیر می دانند. می گویند این قصاب 100 گوسفند را با یک کارد در یک بار می کشته است. در شبهای جمعه به نام او خیرات ها می نمایند و تقاضای خیر و برکت می نمایند. در زیارت جوانمرد قصاب، ولسوالی بلخ چندین نوشته به نظر می خورد. در یک طرف نام زیارت نوشته شده، در طرف دیگر در یک لوحه نوشته شده است: شیخ عین الدین قصاب، قدس الله تعالی. با تخلص عبدالله و پسوند الدین را زیاده غوریان یعنی شنسبیان استعمال می نمودند که مشهور به جوانمرد قصاب می باشد. در لوحه کنار این مزار همچنان آمده است: جمع کثیر برای میسر شدن نظری به بهانه گرفتن گوشت به همان قصابی می رفتن. نظر قبول می یافتن و از مستعدان می گردیدن و اگر کسی از روی اخلاص به تمنای مطلب به خدمتش می آمد به مطلب و مقصود خود می رسید. پس از مرگ وی محل اینها زیارت شده است. ما خوب به چیزی که انبیاس عقیده داریم، خدا نخواسته در این چیزی خوب باز یک شخصی است که داستان ازی بسیار بلند است، داستان ازی بچه های کتاب های زیره می خوانه. این بسیار یک شخص بزرگ است به اصطلاح. این تمام خواص از مادر پیدا کرده، احترام مادر خدا کرده که بدر جانی را خداوند برش کجا مددش خود گرفته. مادرش تا تمام شب خواب بوده، پس مادرش میخواد که جام یاد دست دادش از برای مادرش. این خودم چیزی که بدر جانی داستان از یک قصاب پاک بوده دیگه، این همون چیزی که پیدا کرده از احترام مادر پیدا کرده. ای بسیار یک شخص بزرگ است، بسیار مردم برای جمع که چی از عین از عربستان سعودی گفته که اون چای جانمرد قصاب از برای ما یک جگه و بره گفته، یک بدر جانی در موزه و برای ما بره گفته. یعنی بسیار یک اویزی در ولسوالی بلخ در سطح همین چهار ولسوالی اویزی هیچ پیدا نمیشه. یعنی چای دیگه میبینیم، ما چای سابقش نیست، چای نو دینیم، یک ماه پمپر زدیم اینه میره جور کردیم. یعنی او دیگه الله پاک خودش از ذر کسی که میفهم راضی سور خودش میفهمده. گوره ما شما چیزی گفته خونه میتونیم دیگه، خداوند انبیاش حق است کلگش دیگه، چی بعده جانی ولی هاست چی نبی هاست. بلخ و ای تو هست که در دمام افغانستان زیارت انبیاء در بلخ است. شیش علیه السلام است، صالح علیه السلام است، ایوب علیه السلام است، بعد از جان پهلوان آقا است، بعد از جان خواجه ابو نصر پارسا است، خواجه کارشاه ولی است، پیر بابا است، خریبی پیر بابا است. زیارت میالو چی است؟ همین کل یعنی زیارت ها در بلخ از کل صالح علیه السلام آن طرف برمزی دست بعد از جان پایین میری که چل زنه داره بالا میبره که صبح کی وقت نماز برای دریا همو معلوم میشه. قسمی که همه آگاهی دارند، هموطنان ما بیشتر به زیارتها اعتقاد دارند و بیشتر اوقات به خاطر دفع جنیات، مشکلات خانوادگی، امراض مختلف که عاید حالشان می شود و زمانی که نسخه های دکتران گویا فکر می کنند نتیجه نمی دهد، آنها رجوع می کنند به زیارتگاه های مشهور که مراد و خواستای خود را نزد آنها گذاشته و آن را رویدار به الله کنند که به مشکل آنها رسیدگی شود. به همین منظور بیشتر اشخاص به خاطر خواستای شرعیشان بیشتر به زیارتگاه قصاب مراجعه می کنند و در آنجا کنده بزرگ از درخت دیده می شود. به اندازه میخ به آن کوبیده شده است، بیشتر لوازم زنانه‌ای به آن بسته شده است که گویا هر مراد و آرزویی که دارند در اینجا برآورده می شود. این کنده درخت به اندازه با میخ نوازش داده شده است که هیچ مکان خالی را در اینجا دیدن نمی توانید که تشخیص داده شود که آیا این کنده درخت است و یا چیز دیگر. روایت های وجود دارد که بیشتر کسا به خاطر درد دندان آن میخ را به دندان خود میزنند و توسط ملنگ زیارت به آنها گفته می شود که چنین باید گفت: من همه درد دندانم را در این میخ جا کردم، خودت شفا بده. ظاهرا با دیدن این کنده درخت که اگر از فاصله دور دیده شود بیشتر کسا فکر می کنند که مجسمه کدام کسی است، چون کنده ای از درخت دیده نمی شود تا بالاخره که نزدیک به این کنده شوید. درختی که صاحب اینجا میخ می زنن، ما صاحب کوکه سیاه داریم، ای از قدیم مانده تقریبا از 100 سال پیشتر که کنم آمده همیجا دندانش همون تو کوکه را زده، دندانش خوب شده، ای به او گفته، ای به ای گفته، او به او گفته، این تابال که بالاخره به تمام کوکه پر شده. میبینی که صاحب جای هیچ نیست که کوکه را میخ کنی. این برای دو چیز است: برای دندان دردی است که به چف و کف خوب نشه، به دکتری هم خوب نشه. بازی میخ میگیری نو جدید، این میخ سیاست، میخ سیاست صاحب، ایره میگیری دمو دندان درد که دردیست کمک
ماز یک دکه میتی امین مصری آخرش لمبرش که نگویی سب جورم نمیشه چی میگی؟ خدایا درد دندان خدا امیجا میخ کردم لمبر آخری اگر نیم سری می باشی صاحب که نصف سر درد نکنه هفته او می برای دیگه اینی می تو یک بدن گرد سرتی تو تو میتی همی میخه تو میتی میگه خدایا درد سر خدا همیجا میخ کردیم هرچی که با خدا صاحب کرد این درخ صاحب وظیفه اینه میز بسم الله الرحمن الرحیم نام من نظیر احمد هست از ولایت هرات باستان آمدم به بلخ شریف همه ساله می آیم و ایج به خاطر از این می آیم که قصاب به نام قصاب مرد جوان است و هم مردم می آیم به یک مطلبی به یک دعایی هم بزرگا می آیم ما آمدیم به خاطر دعا کردن در میشار بشار مولا علی و اینجا آمدیم یک دیدن کردیم سی بسم الله الرحمن الرحیم فیروز استم از ولایت هرات باشنده شهر مزار شریف به زیارت جوانمرد قصاب آمدیم و این درخت را که شما میبینین هر کسی که یک مشکل جاندردی، پایدردی یا سردردی، کمردردی میداشته باشد در اینجا یک دانه میخ میکنه با امید خدا دیگه که نمو درد همه چیزش خداوند شفا میته از برکت می زیارت دیگه یک آثار تاریخی است که همه مردم شهر مزار شریف به این یقین دارن که همه خداوند از شفا میتشانه دیگه ما می جا آمدیم مشکل پایدردی و چیزا داشتیم میخ کردیم که خداوند دیگه شفای ما هم شفا بده بخیر به اینجا صاحب بخاطر از این مردم می آید که یک دعا کنه یک مطلبی که داره هم مردم می آید بخاطر دعا کردن مطلب خدا به جا میکنه و باز یک چیزی هست که مردم از روی از این بزرگا یک دعای میکنه که خداوند هم دعای ما را مستجاب کنه به این خاطر هم مردم می آید این یک دانه میخ میگیرین یک دانه درختی است که از سالهای سالهای بسیار قدیم می جسته و شما می بینین که دایی از لکا دانه میخ زیادتر است دیگه میخ میگیرین توسط نمی سنگ به نمی درخت میکوبین به می نیت که خداوند تمام وجود ما دردش ما در اینجا میخ میکنم خدا خودت مرا شفا بده دیگه اینمی است که باز زیادتر مردم اینجا شفا یاف شده همه مردم به می یقین داره ما انشاءالله آمدیم چندین بار دیگه هم آمده بودیم حالا که مهمان آمدیم که خداوند دیگه شفای درد ما را بخیر بده